سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگ در ساعت پیش رو از لس آنجلس همراه شما عزیزان و همراه میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازدارا بررسی خواهیم کرد رویدادهای داخلی ایران و آنچه را که در عرصه منطقه‌ای و جهانی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. در عرصه داخلی واکنش در برابر اعدام 3 شهروند کرد ایرانی ادامه دارد. آقای شیرکو معارفی و رضا اسماعیلی حبیب الله گلپری بود 3 شهروند ایرانی کرد اعدام شدند. من در منطقه در مریوان تظاهرات گسترده‌ای علیه اعدام این 3 جوان ایرانی روی داده است. آن سوتر در زندان گروهی از زندانیان سیاسی از جمله آقای عبدالفتاح سلطانی به علت بیماری به زندان به بیمارستان منتقل شدند در پی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی. و در عرصه اتمی ایران مذاکرات ژنو همچنان به شکلی ادامه دارد. آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا وارد ژنو شده است. گفته می شود وزیر خارجه آمریکا و خانم کاترین اشتون در دیداری سه جانبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار خواهند کرد. آقای جان کری گفته که هنوز شکاف‌های بسیار عمیقی بین گروه 5 به اضافه ایران وجود و خبرهایی با من و شما خواهند بود. میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر با شما خواهیم بود تا لحظاتی. خب بینندگان عزیز، اگر نقص کوچک فنی در برنامه می‌بینید به تلویزیون خودتون به برنامه خود شما ایران فردا و تفسیر خبر خواهید داشت. با شما هستیم بینندگان عزیز. اتفاق خوش آمد بگیم آقای دکتر علیرضا. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود بر دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان و شنوندگان تفسیر خبر در ایران فردا. اجازه بدید بنده هم پوزش بخوام. بعد از 9 ماه 10 ماه چیزهای فنی بسیار کوچکی که برای من اصلا قابل قبول نیست و متاسفانه این اتفاق میفته و به دفعات هم این اتفاق افتاده، اینجاست که آدم ناچار میشه بگه عجیبه که آدم روی تکنولوژی هیچ نوع تسلطی نداره. فکر میکنه تکنولوژی رو بلده، ولی در مقابل تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. شما که صاحبخانه اید بنده از آقای دکتر سازگارا و بینندگان عزیزمون پوزش میخوام. حالا امیدوارم آیت الله نصبای عزیز احمد خاتمی نگن چون نفرین کردن مغایر با مساله جمهوری اسلامی ما دیدیم باعث میشه یه همچه اشکالاتی پیش بیاد. بله خب آقای نوری‌زاده عزیز، ببینید از ژنو آغاز کنیم. دور دیگه مذاکرات اتمی بدون هیچ نتیجه پایان یافت ظاهرا در افق هم نتیجه خیلی خیلی روشنی دیده نمیشه. ببینید جناب چالنگی، آنچه در ژنو اتفاق افتاد در واقع در ژنو 1 و 2، حالا ما هم مثل سوریه ژنو 1 و 2 داریم، نمیدونیم مال کدوممون بالاخره در 3 و 4 و 5 به نتیجه خواهد رسید. تیم جمهوری اسلامی رفت به آنجا با یک هدف آشکار و روشن، اینکه بتواند به توافقی دست پیدا کند که مجازات ها تخفیف پیدا کنه. به معنای دیگر
بنده به عنوان نماینده که آمدم از طرف ولی فقیه با برکات انفاس قدسیش و آقای روحانی هم بنده رو تایید میکنه، من آقای عباس عراقچی، من آقای جواد ظریف، اومدیم اینجا که به شما بگیم ما غنی‌سازی رو در غنی‌سازی 20% رو متوقف میکنیم، اجازه میدیم بازرسای آژانس هم هر وقت دلشون خواست تشریف بیارن مراکز ما رو بازرسی کنن، اما برای این دو کاری که میکنیم شما باید یه چیزی به ما بدید، این سویفت رو لطفاً این قید و بنده رو ازش برداریم، ما یه خود از پولای خودمون رو بتونیم وردیم بیم خرج کنیم. کشور در آستانه ورشکستگی اقتصادی، همکنون شما از قول آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد اشاره فرمودید که رشد اقتصادی امیدوارن به صفر برسه چون الان ماینسه، و خب اینا نشون میده که رژیم نگرانه، آقای خامنه‌ای وحشت زده است، آقای روحانی هفته پیش رفته بود پیش ایشون گلایه کرده بود که خب قربون شما به ما گفتید برید من دعاتون میکنم برید گفتگو کنید، ولی آقای حسین بازجو میاد اونا رو برای ما مینویسه تو کیهان، آقای علم‌الخدا در مشهد میره اون حرفا رو میزنه، در مجلس این سازهای ناساز رو میزنن، خب ما چیکار کنیم؟ که دانش آقای خامنه‌ای آمد و گفت که نخیر این مذاکره کنندگان فرزندان انقلابن و مورد تایید ما. منتها آقای جان کری و دولت امریکا زیر فشارهای شدیدی هست که بسیار خوب شما دارید قول جمهوری اسلامی رو باور میکنید ولی کو ضمانت؟ جمهوری اسلامی داره میگه من غنی‌سازی رو متوقف میکنم ولی اون 500 کیلو اورانیوم 20% رو نگه داشتن. شما نباید مجازات ها رو کم بکنید تا زمانی که جمهوری اسلامی این اورانیوم رو تحویل نده، به روسیه نفرسته یا به جای دیگری. نکته بعدی که الان یه مقدار تداخل پیدا کرده آقای چالنگی و فشار اسرائیلی ها و سعودی ها رو به دنبال داره و کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینه حرف سعود الفیصل بود که شما تمام توجه و اهتمامتون معطوف شده به اینکه ایران غنی‌سازی 20% رو متوقف کنه، ولی ماموران ایرانی نمایندگان جمهوری اسلامی تو سوریه دارن یه ملتی رو قتل عام میکنن و شریکن در جنایات اسد، جلوی تشکیل کابینه رو تو لبنان گرفتن، در عراق دارن از میلیشیای افراطی شیعه حمایت میکنن علیه سنی ها و جنگ مذهبی رو دارن دامن میزنن، برای اینا چی کار کردین؟ به نظرم آقای جان کری زیر این فشارها یه مقدار از اون امیدواری و شوق عجیب و غریبی که نشان داده بود یه مقدار کاسته شد. من سخنم رو کوتاه میکنم که دکتر سازگارم صحبتشون رو بفرمان، بعد میریم و وقت راجع به جزئیات مذاکرات سخن خواهیم گفت. میبخشید امیدوارم برسیم به جزئیاتم صحبت بکنیم، خبرهای جزئیاتم متاسفانه بیشتر خبرهای مهمترین اونا اعدام شهروندان کرد هست در عرصه حقوق بشر و صحبت میکنم. من اشاره کردم که پایان یافت این مذاکرات، اون مذاکرات اصلی که باید در واقع زمین ساز و توافقهایی باشه این عملا پایان یافته و در درزه که با شما صحبت میکنیم در خدمت شما هستیم بینندگان عزیز، مذاکرات حاشیه‌ای ادامه داره و احتمالاً این احتمال هست حتی این مذاکرات جنبی حاشیه‌ای فردا نیز ادامه پیدا کنه، اما اون اصلی یا زمینه هستی که اونجا بود که باید توافقی بشه عملاً فعالیت داشت. سلام به شما آقای سازگار، در باشید. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. ظاهرا باز همچنان دلبر جانان من برده دل و جان من برده دل و جان من دلبر جان دارم، باز همونه و آقای ظریف باز همون صحبت رو که بله راه بسیار سختی در پیش هست و نتیجه روشن دیده نمیشه. نمیشه آقای چالنگی اینطور گفت که مذاکرات
داره به بنبست میرسه یا چیزی. ببینید، 5 به اضافه 1 رسما مذاکره کردن با هیئت ایرانی، اما الان آقای جان کری وزیر خارجه امریکا، گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان، لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه رفتن ژنو و وزیر خارجه انگلیس هم با همتای فرانسوی صحبت کرده و در جریان آخرین تحولات قرار گرفته و دارن با وزیر خارجه ایران صحبت میکنن. مسئله این است که یک مسیری خود مذاکرات داره. قبلا هم اینجا صحبت کردیم، در واقع 5 تا خواسته دنیا داره از ایران، این 5 به اضافه 1 که حالا راجع به نحوه اجراش و جزئیات باید صحبت کنن. اما این بار در ژنو امریکایی ها یک پیشنهاد جدید آوردن برای ایران، در واقع خلاصش این است که توقف در برابر توقف. به ایران گفتن که تو هر کاری داری میکنی الان متوقف کن، یعنی نه سنتریفوژی اضافه کن، نه ذخیره غنیسازی بالا ببر، نه عراق رو، راکتور آب سنگین رو دیگه کانستراکشن و ساختنش رو ادامه بده، همه رو همینجا متوقف کن که 6 ماه هم ما نگاه کنیم ببینیم که تو این کار رو کردی. متقابلا ما هم قول میدیم که هیچ تحریم جدیدی نگذاریم، که البته دشواریش برای ادمنستریشن آقای اوباما این است که باید سناتورها رو قانع کنه که این تحریم جدید رو تصویب نکنه، چون هفته آینده داره میره به دستور خود آقای حریری رئیس سنا که از حزب دموکراته در کمیسیون بانکی سنای امریکا این لایحه جدید مطرح بشه. دیروز آقای تیم جانسون رئیس کمیته بانکی سنا اعلام کرد. بنابراین آقای اوباما گرفتاری های خودش رو در واشنگتن داره، به خصوص الان که این طرح بیمه همگانیش به بنبست خورده و بسیار زیر فشاره، ناچار شده از مردم امریکا عذرخواهی بکنه. بنابراین احتیاج هم داره که به یه توافق برسه با ایران. اما در متقابلا امریکایی‌ها در واقع یه شیرینی هم روی این گذاشتن که تو هرچی از الان متوقف کن که ما بتونیم سر فرصت صحبت کنیم، خیالم راحت باشه که فاصلت با بمب اتمی کمتر نمیشه، ما هم تحریم جدید نمیذاریم، یه چیزی هم روش میگن میدیم و اون این است که ما آماده ایم که پولای ایران رو که بلاکه شده، ذخایر ارزی ایران بالفعل شاید نزدیک 50 میلیارد دلار، من رقم دقیقش رو نمیدونم، ولی به دلیل این تحریم‌های بانکی در بانک‌های اروپایی ایران نمیتونه برداره، میگن ما یه بخشی از این رو احتمال میدن مثلا 5 میلیارد 10 میلیارد دلار رو اضافه بر این اجازه میدیم تو برداری از ذخایر ارزی، ولی نه چیز دیگه ای. هیچ تحریمی هم قرار نیست برداریم. به هر حال همین الان که برنامه داشت شروع میشد من نگاه کردم آقای جان کری از شویتد پرس از قولش چیز کرده، هم گزارش کرده، هم وزیر خارجه فرانسه، همشون گفتن که فاصله بین ایران و خواستهای غرب زیاده و زوده بگیم اتفاقی افتاده. اما همجور که شما اشاره کردیم تا نیمه شب امشب و حتی شنبه خارج از برنامه احتمال داره که این مذاکرات به خصوص بیرون از 5 به اضافه 1 در سطح وزرای خارجه ادامه پیدا بکنه. خب آقای نوری‌زاده، مطمئن هستم شما این مطلب رو دیدید و خوندید در شماره امروز الحیات که مطلبی بود با این عنوان که اوباما زیر فشار عقاب‌های واشنگتن بود، جناح ریپابلیکن جمهوری خواست در کنگره و آقای حسن روحانی زیر فشار افراطیون رفته. دو جنس البته هستن، جمهوری خواه نوع فشاری که به حساب در اثره کنگره برای اوباما میاره و در تهران. چه کسانی؟ یعنی میبینیم که آیا اون امید هست که یک پارچگی به وجود بیاد و در این مذاکرات از سوی تهران منظور دارد؟ ببینید، وقتی شما راجع به فشار بر پرزیدنت اوباما میگید، شما تی پارتی رو دارید،
اون بخش بیشتر محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه، لابی‌های مختلف طرفدار اسرائیل رو دارید، بعد خود اسرائیل رو دارید. به هر حال حزب دموکرات باز انتخابات خواهد داشت و نمیخوان اسرائیل رو آزرده کنن، گویی که الان از سیاست‌های اسرائیل دلگیرن. این آبادی نشین ساز، آبادی ساختن دوباره در سرزمین‌های فلسطینی، سر آقای جان کری هم محکومش کرد. ولی به هر حال اون فشار قابل درکه، تعارض دو سیاست. در جمهوری ولایت فقیه شما افراد رو براشون شخصیت و شأنی نگذاشتید که مثلا بگیم آقای عزیز جعفری فرمانده سپاه یا آقای حسن فیروزآبادی مخالفن، و چون مخالفن قادرن کار آقای روحانی رو با مشکل روبرو کنن. اینها تمامشون خدمه آستان ولایتن، کسی نیستن. یه نفر دانشجوی بیتاری بوده، بعد اومده رفته دامپزشکی بوده، بعد اومده رفته شده بالاترین درجه نظامی کشور. یکی دیگه شاگرد مغازه پسرموش بوده، نعلین فروشی داشتن، اومده شده جنرال. هر کدوم از اینا به نوعی برکشیده رأس قدرتن. مدارج ترقی رو با دانش و درس و دانشکده نظامی و آکادمی نظامی طی نکردن. سیاسیوش هم همینطور. مصباح یزدی شخصیتی نیست که آدم بگه به خاطر فکرش، منش فکریش، درایتش، اندیشش، کتابهایی که نوشته، مثلا اخوان المسلمین توشون کسایی دارن که صاحب اندیشن، ولی آقای مصباح یزدی کیه؟ روحانی که فساد اخلاقی و مالی و غیره داره. اینه که اینا رو آقای خامنه‌ای، اگرچه آقای خامنه‌ای خمینی نیست که با یه تشر همه رو ساکت بکنه، ولی با تکون دادن اینا شماره‌ای به حساب نمیاد. مشکل در ایران چیز دیگری آقای چالنگ. مشکل در ایران خود شخص ولی فقیهه. تمام این عروسک‌ها به فرمان او به حرکت در می آمدن. اگر خاتمی می گفت هر روز یک توطئه است، این توطئه در دفتر مقام معظم تدارک دیده می شد. این نبود که آقای شریعت مداری خودش بنویسه، ولی آقای خامنه‌ای شریعت مداری رو صدا بزنه، شریعت مداری دنبال ده تا سوراخ موشه. یعنی کسی نیست، یک مقام که اون شایستگیشو نداره بهش دادن، بنابراین همیشه مطیع فرمان اون مقامی است که او رو تعیین کرده و براش مهم نیست. اینه که من مخالفت‌های داخل ایران رو نه اعتباری براش قائلم نه ارزشی. آقای خامنه‌ای سیاست، آقای نوری‌زاده، از این سیاستی که به میش میگه بودو به گرگ میگه بگیرش، طبیعت آقای خامنه‌ایه. ببینید آقای خامنه‌ای از ابتدا چون محور ذهنیتش امنیتی بود، دو تا معاون امنیتی رو آورد تو دفترش کرد همه کاره، بعدم تمام اعتمادش رو امنیتی ها بود، یه مدت رو ارتشی ها حساب باز کرده بود، ولی بعدن دیگه ارتشی ها رو بعد از سلشکر شهبازی اینا رو کنار گذاشت و فقط تکیهش روی امنیتی هاست. الان آقای علی فلاحیان عزیزترین فرده برای ایشون، آقای حسین طائب نور چشمشونه، به این آدماییشون توجه داره. پس این بازی رو میکنه که اگر روحانی برنده شد، تونست توافقی صورت گرفت، بیاد بگه این من بودم که با حمایت از روحانی و ایستادن جلوی این تندروها مانع از آن شدم که این پروژه شکست بخوره. اگر روحانی موفق نشه، غرب سرسختی نشون بده، اون وقت میاد میگه دیدید من گفتم من اعتمادی به آمریکا ندارم، دیدید من گفتم این بچه‌های انقلابی ما درست میگفتن. پس همیشه اون وسطه که ایشون یاد گرفته خیرالامور اوسطها، اما مساله مملکتی بالاتر از ایناست. امروز کشور در آستانه ورشکستگیه. این رژیم با بی‌لیاقتی، با 8 سال احمدی نژادی که نابود کرد این مملکتو، در برابر یک تصمیم تاریخی است. آیا جرأت داره و میتونه این تصمیم تاریخی رو بگیره؟ این یه مسئله است که باید در روزهای آینده بهش بپردازیم. در این حال آقای جان کری وقتی آمد گفتن ایشون آمده که با آقای جواد ظریف، محمد جواد ظریف، گفتگو کنه. آیا
منتظر گفتگوییم. وزرای خارجه دیگه هم دارن میان. یک نشست در سطح وزیران خارجه و خانم اشتون در جریانه، هنوز نمیدونم. ولی به هر حال این دور مذاکرات بسیار با اهمیت و تکلیف رو تا حدی روشن خواهد کرد. بله، خانم اشتون و ظریف با هم گفتگو کردن. من خبری هم که ما داریم اشاره شد اینه که احتمال دیدار آقای جانکری و محمد جواد ظریف هم هست. به کجا خواهد انجامید؟ امیدواریم هر چه که هست اتفاق و نتیجه اون به سود و مساله ایران، مردم ایران و سفره مردم ایران، چه سفره ای که روز به روز خالی‌تر شده به گواه مسئولان جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی این اشاره رو کرده نه، و همینطور وزیر اقتصاد هم پیشتر گفته بود، رئیس کل بانک مرکزی هم گفته اگر خیلی کار بشه، انجام بشه، کارهای مثبت و هرچی کرد، بالاخره ما میتونیم زیر صفر بیاییم، به صفر برسیم. اون چقدر غم‌انگیز هست آقای سازگارا وقتی که یک کشوری مسئولان اقتصادیش امیدواری و آرزوشون اینه که رشد اقتصادیشون به صفر برسیم. بله، من اجازه دارم آقای چلنگی یک کمی راجع به این دشواری پیشبرد این مذاکرات که آقای نوری‌زاده فرمودن، من در ادامه‌اش یکی دو نکته رو اضافه بکنم. ممنون از محبتتون. ببینید، به هر حال ایران الان داره یک چرخشی میکنه، یعنی از یک نظام انقلابی که ایدئولوژیک بگه من همه چی رو قبول ندارم و من نمیدونم خودم برای خودم کسی هستم، الان نشسته سر میز مذاکره به خصوص با آمریکایی‌ها و غربی‌ها، چونه بزنه که تو رو خدا اینو بدین، اینو میدم، اینو میگیرم. این خب مشکلاتی هم در داخل ایران ایجاد میکنه هم در خارج ایران. من در خارج ایران این رو عرض بکنم، غیر از مسئله حزب جمهوری خواه یا بخش تی پارتی اون یا بخش از خود حزب دموکرات در امریکا و دشواری‌ها که در واشنگتن هست، حداقل سه تا کشور دیگر هم میشه دید که ناراضی ان از اینکه ایران بخواد با این شرایط مشکلاتشو با غرب و به خصوص امریکا حل کنه. یکی عربستان سعودی که در خبرها بود که البته تکذیب کردن مقامات سعودی، ولی تایمز لندن نوشت که از پاکستان اگر برنامه ایران ادامه پیدا کنه بمب اتمی میخواد بخره، یه جور تهدیدی، احتمالاً این شایعه رو خودشونم میدن. یکی اسرائیل که نخست وزیر اسرائیل گفته بزرگترین اشتباه تاریخی رو میکنن و نباید هیچ تحریمی برداشته بشه تا ایران بالکل متوقف کنه. یکی روسیه است. روسیه قبلا هم صحبت کردیم، روس‌ها اصلاً خوشحال نیستن. همین امروز هم سخنگوی وزارت خارجهشون تاکید کرده که وزیر خارجه روسیه هیچ ملاقاتی نداره، نخواهد داشت و کاملا سرد برخورد میکنه. و به نظر من بین این سه قدرت روس‌ها در ایران دست باز و بالایی هم دارن بین این سه کشور و احتمالاً عناصر و عواملشون رو به حرکت در میارن در داخل ایران که به هم بزنن. یکیش هم از این عناصر تو خود بیت آقای خامنه و آقای خامنه. نکته دوم، ببینید آقای خامنه ای برابر اطلاعاتی که من نمیتونم بگم 100% موثقه، ولی به از چند کانال من شنیدم، ایشون سرطان پروستاتش متاستاز داده به ریه و به ستون فقراتش. سه هفته هم که غایب بود کورتون بهش میزدن، نمیدونم ایمیونیتی بدنشو پایین بیارن، یه جور شیمی درمانی میکردن. اما اینقدر کار سخت شد با توجه به حوادث داخل که بالاخره ایشون رو به زور آمپول و آرایش کردن و اینا با یه چهره باد کرده آوردنش جلوی دوربین که اون حرفا رو زد که اینا بچه های خوبی هن، بچه های انقلابی هن، و به قول آقای نوری‌زاده بازم رفت اون وسط با این ساد. اما همین مقدار اظهار نظر آقای خامنه‌ای به یک دوست ما نقل کرد که در محافل حزب الله، یعنی همون 2 میلیون یا حالا فوق 4 میلیون رأیی که به جلیلی داده شده، ایجاد چند دستگی کرده. یعنی یک عده از
پایگاه قدرت آقای خامنه‌ای، اگرچه ایشون در واقع شرط‌بندی کرد با ملت، تأکید کرد که نه این مذاکرات به هیچ جا نمیرسه، و ولی من میخوام فرصت بدم نمیدونم شعور ملت بالا بره، و اونایی که توتیوارم حرفشو تکرار میکنم مثل صادق لاریجانی هم همین رو تکرار کردن، ولی به هر حال این شکاف رو در پایگاه قدرت خودشون هم ایجاد کرده. بنابراین از اینجا که بریم توی جزئیات و بخواد وارد ریز به ریز بشه، ضمن اینکه حداقل یه شیش ماه الان و دو تا شیش ماه دیگه یک سال و نیم ماجراها طول خواهد کشید، تحریم ها برداشته نمیشه. آمریکایی‌ها به خصوص اصرار کردن که تحریم های نفتی و بانکی رو قرار نیست بردارن، دو تا چیز اصلی رو، و بنابراین اون فشار اقتصادی که شما میگین میماند سر جاش. اینا رو از این جهت عرض میکنم که حالا به قول شما نقل کردین از آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی که گفته خیلی ما زرنگ باشیم رشد منفی منهای 54 برسونیم به صفر امسال، که من شک دارم به صفر برسه و احتمال داره حتی کمتر هم بشه امسال. بنابراین دولت روحانی بیش از پیش زیر فشار قرار خواهد گرفت و مسئله اقتصادی احتمالاً بیش از پیش دچار مشکل میشه، ولو اینکه مذاکرات در حال پیشروی باشه. خب من این خبر رو هم بدم که گفته شده در ژنو ساعت پیش که آقای جان کری احتمالاً در مذاکرات سه جانبه‌ای که به دعوت خانم کاترین اشتون ایشون به ژنو رفته، در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو یک مذاکرات سه جانبه خواهد بود بین آقای جان کری، کاترین اشتون و آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی. احتمال هست که این مذاکرات طی ساعات دیگه این شب جمعه شب آغاز بشه. آقای نیروزاده عزیز، ببینید آقای سازگاره اشاره کردن به این که جمهوری اسلامی داره از یک نظام انقلابی تغییر مسیر میده یا خط دیگه رو در برابر غرب، در مذاکرات ژنو، مذاکرات پشت میز مذاکرات میشین و این اتفاق. اما در داخل ایران که قطعا مورد تایید هست بسیاری از این احتمالا آقای سازگاره موافق، همچنان شیوه انقلابیگری ادامه داره. یعنی ما میبینیم شهروندان کرد اعدام میشن بدون اینکه مشخص بشه چرا و اساسا چرا باید اعدام بشه. شیرگو معارفی، حبیب الله گلپریپور، رضا اسماعیلی، اجساد اونا رو به خانواده هاشون تحویل نمیده، در زندان ها همون شیوه ادامه داره. آقای عبدالفتاح سلطانی وضعیت وخیمی داره، اعتصاب رضا کردن گروهی از زندانیان سیاسی و و و و اخبار همان است که از روز 23 بهمن ماه در ایران آغاز شد. تو این و این شیوه در داخل اون هم تغییر کرده یا خیر همچنان ادامه داره شده؟ آقای چالنگی عزیزم، شما به تاریخ جمهوری اسلامی نگاه بکنید، هر زمانی که جمهوری اسلامی در برابر غربی ها نرمش نشان داد دولا شد، اون زمانی است که بیشتر به جان مردم افتاده. در واقع مثل که یه رابطه مستقیم بین اینه که نزد ارباب غربی محبوب شو، داخل خونه هر کاری دلت میخواد بکن. این جنایات اخیر نظام هیچ توجیهی نداره، نه کشتن 16 بلوچ توجیه داشت، یه گروه تروریستی، گروه بیت العدل اومده زده، کار ناشایستی کرده، کار جنایتکارانه کرده، همه محکومش میکنن. شما چرا باید برید 16 بلوچو از داخل زندان بعدم با کمال وقاحت بگید اینا گروگان بودن اعدامشون کنید؟ بعد دادستان زابل کشته میشه، ای کشته کرا کشتی، و این حرکت ادامه پیدا میکنه. تو کردستان شیرکو 5 سال زندانیه، با ناجوانمردی میان بهش میگن شما در داخل زندان سیگار کشیدی، نظمو به هم زدی، میبریم جای دیگه، میبرن اعدامش میکنن و خانوادش آرزو میکنن جنازه عزیزشونو به اونا بدن که بتونن آخرین نگاهو بهش بیاندازن. آقای خامنه ای نائب امام زمان این جنایات رو میبینه و
سکوت هم میکنه، تاییدش هم میکنه، جایزه هم میده بهشون. رژیم اون وقت بیرون داره ملتمسانه گدایی محبت میکنه و محبت داخل ملت ایران رو که رایگان نثار نظامی میشی که قدری آدم باشه، قدری انسانیت داشته باشه، اون محبت رو با چنگ و دندان و تیر و گلوله و تناب دار پاسخ میده. این است که من در این حال که آرزو میکنم این توافق ایجاد بشه و ما این فشار بر مردم کمتر بشه، ولی در این حال با نهایت نگرانی و بدبینی میگویم که رژیم جمهوری ولایت فقیه هر بار در عرصه خارجی کوتاه میاد، دولا میشه، رکوع میکنه، سجود میکنه و به توافقی میرسه، در داخل وحشی تر میشه. این بسیار نگران کننده است. نمونه هایی از این در دوران حیات جمهوری اسلامی داریم. شما نگاه کنید در طول این چند هفته اخیر یک بار نه آقای جان کری، نه آقای اوباما، نه خانم کاترین اشتون، نه آقای ویلیام هگ، نه همتای فرانسوی و آلمانیش، هیچ کدوم یک کلمه راجع به حقوق بشر نگفتن، یک کلمه راجع به کشتار نمایندگان اقوام ایرانی نگفتن. این رژیم در درونش یه بخشی است که میخواد ایران تجزیه بشه. هر کشتاری از این جوانای مملکت ما یه زخمی بر پیکره وحدت ملی است و من بسیار متاسفم که غرب اینقدر راحت سرشو میزه پایین. اون جنایات اسد در سوریه رو آقای جان کری میاد از اسد تایید میکنه که بله باریکلا باید جایزه هم بهش داد که سلاح شیمیاییشو تسلیم میکنه، ولی نمیگه که این سلاح شیمیایی اوردی استفاده شد و 1500 تا آدم رو کش، از جمله 600 تا کودک رو و 140 هزار نفر هم کشته. بسیار آدم متاسف میشه و یه وقت میبینه یه جاهایی واقعا داد بعضی ها مثل سعودی ها در میاد به حقه، که میگه آخه این چه جامعه بین المللی است که اینقدر راحت این کشتارا رو میبینه و دم نمیزنه. و فعلا یه چیز براش مهمه که خیال اسرائیل راحت بشه جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نمیسازه. خب این نوری زاده شما این اشاره کردید به وحدت ملی به خطر میندازه این حکومت با اقداماتی که میکنه، با اعدام شیرگو و عارفی حبیب الله و گلپریپور رضا اسماعیلی و بسیاری دیگه، در اون تو یعقوب مهرنهاد بود و کسان در میان 16 زندانی بلوچ و دای مختلف دیگه این سالها. و اینجا رو ببینید آقای سازدارم، آقای ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر ولایت فقیه، ایشون صراحتا اعلام میکنه که وجود نعمت ولایت در کشور ما که متعلق به شیعیان است. این ایشون رئیس بازرسی دفتر علی خامنه‌ای هموطن نازنین سنی مذهب هموطن نازنین زرتشتی مذهب ما، ایرانیان ارمنی و و میگن و ظاهر و کسانی که اعتقاد ندارن ممکن لا مذهب باشن، کشور متعلق اونا نیست. وقتی اینو میشنون از زبان رهبری جمهوری اسلامی، شما بفرمایید چه احساس خواهند داشت و چه واکنشی میتونن در قوه داشته باشن، آماده این چه کارهایی خواهند کرد. آقا طبیعتا آقای چالنگی این تبعیض در بین شهروندان ایرانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شده. بس حالا فقط آقای ناطق نوری که خودش الان به قول خودش جزو خواص بی بصیرته و خیلی دیگه بازی هم نیست که این حرف رو بزنه. ماجرا فراتر از آقای ناطقه، ماجرا این است که کل قانون اساسی جمهوری اسلامی درش بین مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، روحانی و غیر روحانی، طرفدار ولایت فقیه و غیر طرفدار ولایت فقیه،
کاملا تبعیض در این قانون اساسی نهادینه شده، یعنی به زبان دیگه قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی آپارتاید کاملا درش تبعیض به رسمیت شناخته شده. طبیعتا من فکر میکنم این حرفی که آقای یونسی در هفته گذشته دو بار تکرار کرده، وزیر سابق اطلاعات که در مورد حوادث بلوچستان گفته که راه حل این است که اهل سنت کشور در تصمیم گیری های ملی حضور داشته باشند، ایشون به عنوان یه راه حل گفته، قطعا این قدم مثبتی خواهد بود اگر برداشته بشه، اما شخصا فکر نمی‌کنم چون این چیزی اتفاق بیفته. به هر صورت من هم به سهم خودم باید هم تسلیت بگم خدمت خانواده های کسانی که اعدام شدن، هم تحسین بکنم اهالی ملیوان و سقز رو که طی دو روز متوالی به صورت خودجوش تظاهرات در شهرها به راه انداختن، جو امنیتی سنگینی شد، تعدادی هم دستگیر شدن در اعتراض به اعدام ها، به خصوص که شایعه 4 نفر دیگر قراره اعدام بکنن، و هم این که ماجرایی که خود آقای خامنه‌ای رضایت داده بود، یعنی 80 تا زندانی سیاسی قرار بود عید قدیر آزاد شد و موسوی و کروبی و رهنورد هم حصرشون واگذار شده بود به شورای عالی امنیت ملی و اونا هم میخواستن بردارن در حد و حدودی، چیزی که آقای خاتمی پریروز افشا کرد که این قول و قرار بود و به هم خورد. شنیدم که آقای خامنه‌ای به آقای روحانی گفته که فعلا تا شب عید اصلا حرف اینا رو هم نزن و درش رو گذاشتن دیگه منتفی شده، سهل است سختگیری رو بالا بردن و به حق به نظر من قهرمانانه 4 زندانی سیاسی بند 350 اوین اعتصاب قضا کردن که حداقل به دارو و درمان زندانیان سیاسی برسن. الان زینب جلالیان در زندان دیزل آباد کرمانشاه به دلیل ضرباتی که به سرش زدن این دختر رو، چشمش در آستانه کور شدنه و حتی از معالجه او دریغ میکنند. زینب جلالیان زندانی کرد ایرانی که سال هاست که به اعدام محکوم شده بود، بالاخره در تجدید نظر حبس ابد محکوم شده، ولی این دختر رو شکنجه کردن و حتی کور شدن اون رو اهمیت نمیدن. به هر صورت وضعیت فشار به مردم، به زندانی های سیاسی، امروز خطیب نماز جمعه تهران دوباره ساز حجاب رو کوک کرده، کاملا دیده میشه که با یک دست در واقع میخوان به غرب لبخند بزنن بلکه مشکلشون حل شه، اما فشار رو در داخل، سرکوب رو، سختگیری و آدمکشی رو بالا بردن. متوسط از زمان انتخاب شدن آقای روحانی تا الان روزانه 2 نفر اعدام شدن، کمی هم بیشتر. خب ببینید راجع به بی‌اجابی آقای امام جمعه علم الهدا هم در مشهد امروز گفته بی‌اجابی سبب آتش زدن نسل جوان، همین آقای ناطق نوری گفتی کشورهایی که ولی هم ندارن گرفتاری دارن، این آمریکا بسیاری گرفتاریش از همین بابت داره که ولی هم ندارن. آن یکی دیگر محمد رضا نقدی باز یکی از جملات قصاری که ایشون فرمودن اینه که جامعه بدون نهی از منکر مانند یک بیمار ایدزی است. چرا ایدز؟ هرحال این خبر است. آقای نوری زاده ببینید تبعیض رو میشه فهم، مثلا در آفریقای جنوبی سفیدپوستان علیه سیاه‌پوستان یا در جای مختلف علیه مردان علیه زنان، در عربستان تبعیض‌های علیه زنان ممکن وجود داشته باشه یا در کشورهای دیگه اونطور که میگن هست، اینا ممکنه، ولی در همین کشورها نمیگن که شما شهروند این کشور نیستی چون مثلا این مذهب ندارید یا چون اون مذهب ندارید. یعنی الان این حرفیشون یعنی چی؟ برای که کشور متعلق به شیعیان است، متعلق به بیش از 12 میلیون سنی ایرانی است، اهل سنت، متعلق به ارامنه ایرانی، زرتشتی ها نیست، متعلق به ایرانی، نه شما فکر کنید ایرانی، بله شما فکر کنید بهایی دراویش، چند میلیون دراویش با هم ظاهرا دیگه غریبن و شهروند نیستن. دراویش ما که
نه ببینید آقای چالنگی، دو سه نکته رو خدمتون بگم. اینا اهل سنت رو به قول بعضیاشون که بنده با گوشم شنیدم از کافر بدتر میدونن. اینا معتقدن اهل سنتی که یک شهروند وطن پرستی که دو بانه بچه‌شو تو جنگ هم دست داده، یا یه هموطن بلوچی که زندگی و هستی و همه چیشو داده، اینا نباید به حسابشون رو برد، چون معتقد به خلیفه دومی هستن که با جعلیات اینا پهلوی فاطمه زهرا رو شکسته و باعث سقط فرزندش شده. مولا علی شیر مردانم توی صندوقونه نشسته، جرأت نکرده بیاد بیرون کاری کنه. مطابق تصور اینا، من دیدم با اهل سنت چجوری برخورد میگه. یکیشون روزی که عرفات درگذشت و بعد از مسموم شدن که حالا آشکار شده، گفت خدا رو شکر الحمدلله یه عبارت بدی رو به کار برد کمتر. اونجوری نگفت. عبدالناصر مرد همینو میگفت. منظورم اینه که این نگاهشون به اهل سنته. اینا ضد یهودن، یهودی رو باهاش ضدیت دار، مثلا ضدیت با اسرائیل نیست، ضد یهودن. اینا مسیحیان رو با عنوان نصارا اینا رو اهل ذمه میدونن. زرتشتی هم همینجور. بهایی هم که اصلا شهروند نیست، اصلا نباید به حسابشو برد. خدا رحمت کنه آقای منتظری رو، اقلا تو اینا این جرأت رو داشت اینو گفت. خب شما با یک مجموعه رو به هستی که من و شما آقای سازگارم هم شیعه نمیدونن، ما شیعه نیستیم. شیعه کسی است که بدعت شیعه کسی است که همتنان یهودی، مسیحی، اهل سنت، همه اینا در خدماتی که در طول تاریخ به ایران و اطلاع ایران در زمینه‌های مختلف بسیار فعالیت معلوم اساسی داشتن. آقای چالنگی بهترین طبیبان ما، بهترین طبیبان ما، بهترین دندانپزشکان ما، داروسازان ما از یهودیان بودن، مسیحیان بودن، زرتشتی بودن، بهایی بودن، یک سری از بهترین شخصیت های ایرانی که تو خارج کشورن، مقامات عالی هم دارن، کارشناس نفت، کارشناس متخصص. من همین در شیکاگو که رفتم شناختم اینا بهایی هن. چرا باید سرزمین ما محروم باشه از این دانش، از این بینش؟ اینو بهتون خدمت رو عرض کنم، کسی در ایران شیعه است و حق حیات داره که این بدعت نامبارک ولایت فقیه رو که اون ملا نراقی بی سواد خودپرست مستبد باب کرد و آقای خمینی بادش زد و متاسفانه مرحوم آقای منتظری تدوینش کرد، این رو قبول داشته باشه. میگه التزام عملی به ولایت فقیه. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی آقای علوی، سید محمود علوی، در انتخابات دوره نهم رد صلاحیت میشه، وزیرش مینویسن التزام عملی به ولایت فقیه نداره. یعنی شما در مجموع باید در ایران 3-4 هزار نفر باشن که اینا از این آش میخورن و میگن به به. ولی کدوم ملت عاقلیه که یه آدمو بیارن بالا سرش بذارن، دست به اون نباید بزنی، بگن شما 70 میلیون آدم باید اطیع او، باید اطاعت بهش بکنی همون جوری که پیغمبر کردین، چون ولایت فقیه ادامه پیغمبر، ادامه حاکمیت رسول الله و اهل بیت. این حرفی که اینا میزنن در اسلام کفر مطلقه. ولایت فقیه چه در نوع مطلقش چه در غیر مطلقش، ولایت بر صغار و ارامل مطابق چیزی که در دین آمده، ولایت فقیه به معنای سلطنت و خلافت کفر، و کسانی که به این اعتقادات هستن به قول مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای شریعت مداری اونا کافرن، چون بت پرستی میکنن. خب این نکته رو هم بگم، صحبت دراویش عزیز شد، دراویش گناهبادی، میدونیم گروهی در زندان هستن، زیر شکنجه قرار گرفتن، و الان خبری که ما داریم اینه که آقای حمیدرضا بله 2 نفر از دراویش گناهبادی رو از زندان اوین به بیمارستان
منتقل کردن، امیررضا مراجع سروستانی و مصطفی دانشجو که وضعیت وخیم دارم. اگه در مملکت متعلق به شیعیان هست، چون روحانی شیعه آقای کاظمینی بروجدید سال هاست در زندان زیر شکنجه است. تنها حرفش هم اینه که دین باید از حکومت جدا باشه، برازی نیست حالا در. اما آقای سازگارا ببینید، این حکومت هر تعریفی داره از شهروندان ایرانی و تفرق اندازی و هرچی که هست، اما وظایف و مسئولیت هایی داره، از جمله در باره تأمین آب آشامیدنی سالم، جلوگیری از آلودگی هوا، چون اینها دیگه نه شیعه میشناسن نه سنی آب و هوا، نه عرب تبار میشناسن نه غیر عرب تبار ایران، همه ایرانیانی که در خوزستان هستن، هم از بختیاری و ایرانیان عرب تبار و شوشتری و دسودی و اصفهانی و صوفی مذهب و اهل سنت و شیعه و هر مذهبی که هستن، آب و هوای بسیار آلوده است. حکومت کجاست؟ چه میدونه؟ بله بله، واقعا آدم یاد اون داستانی میفته که یه مردی به زنش خرجی نمیداد، کاری نمی که فقط کتکش میزد، میگفتن چرا دیگه پس میزنیش، میگفت برای این که از کجا بدونن که من شوهرشم اگه کتکشم نزنم. یعنی اصلی ترین وظایف حکومت معطل و انجام نمیشه، فقط چنگ و دندون نشون دادن و اعدام و سرکوب و اینها هست، لابد برای این که مردم بفهمن که حکومتی دارن. کاملا آی چالنگی نکته حساسی رو دست گذاشتین، مسئله آب و هوا دو عنصر حیاتی در همه جای کشور با بحران مواجه شده و به خصوص در خوزستان. هموطنان خوزستانی ما در شهرهای مختلف، باز به خصوص در اهواز، جونشون به لبشون رسیده. یعنی از یک طرف آب آشامیدنی شور بدبو متعفن، ناچارن بجوشونن، تازه باز رفت نمیشه و آب ندارن در واقع بخورن. استانی که دو رود خروشان تغذیهش میکرده، قرنها به اشکال خورده، کارون و کرخه. از طرف دیگه هوا چالنگی، در هفته گذشته باران اسیدی بارید در اهواز، بیش از 6000 نفر به دلیل تنگی نفس کارشون به بیمارستان افتاد. علت این آلودگی وحشتناک که اهواز رو تبدیل به آلوده ترین شهر دنیا کرده، یک بخشش آتیش زدن لاستیک و اینها، یکی از نهادهایی که مثل سپاه بوده، من مطمئن نیستم، در بیرون شهر بوده، برداشت به اصطلاح غیر استاندارد نیشکره که آتیش زدن به راه ساده است، ولی خب مقدار زیادی نیترات و الکل و غیره در هوا آزاد میکنه. و مسئله ریزگردها، مسئله ریزگردها که تمام استانهای غربی ما رو آلوده کرده، تا تهران و حتی اصفهان و کرمان هم گاهی میرسه. مسئله ریزگردها من خیلی حدس زده میشه، خیلی مطالعات شده، ولی یه گزارشی که دیدم شاید از همش موثق‌تر به نظرم اومد. یه دلیلش این است که خود جمهوری اسلامی روی کرخه صد بسته، حقابه هورالهویزه رو نمیذاره برسه، هورالهویزه به اون عظمت داره خشک میشه، در نتیجه مثل دریاچه هیربند، دریاچه هامون که خشک شده، مقدار زیادی ریزگرد با هر بادی آزاد میشه. یه دلیل دیگرش در واقع در عراق ترکیه به دلیل سدهایی که بسته، آب رو دجله و فرات رو کم کرده در عراق، تالاب‌ها خشک شده و با کمترین بادی حرکت میکنه میاد. یه دلیلش هم عربستانه که مسئله اون کشت گندم که موقع هوس عربستان بود به بنبست هم خود رهاش کرده، هزاران هکتار زمین مونده و به راحتی ریزگرد آزاد میکنه. ببینید این از اون کارهایی است که هیچ کاری برای یه دولت واجبتر از این نیست که بتونه بشینه با این دو تا کشور و ترکیه حل کنه پروژه بزرگ بین المللی، به قول این دوست متخصص محیط زیست ما، یه پروژه بین المللی با کمک بهترین دانشگاه دنیا و تحقیقی انجام بشه، مسئله هوای مردم رو بتونه تأمین بکنه. در ریت رشد سرطان ریه وحشتناک بالا رفته و ده ها رزی دیگه. بنابراین به نظر من
واقعا مسئله آب و هوا نه در استانهای غربی، نه در تهران و اصفهان و شهرهای بزرگ، بلکه در تمام نقاط کشور دچار مشکل و بحران شده. خب بینندگان عزیز، برای گروهی از بینندگان که احتمالاً مایل هستن بدونن آخرین تحولات در ژنو اینه که آقای جانکری وارد این شهر شده، یعنی در ژنو وارد هتل اینترکانتیننتال، پیش از رفتن و چمدان‌ها رو در اتاق گذاشتن، خبرنگاران سوالی که داشتن این بوده که دیداری با آقای ظریف مرحب داشت، ایشون گفت بله، با فتینشون همون خبری که ما چند وقت پیش گفته بودیم یه همچین دیداری رو، و حرفی که زدن گفتن اومدیم فاصله رو بین ایران و پنج به اضافه یک کم کنیم. تأکید کرده ایشون که زمین کسی نباید اشتباه بکنه که فاصله های مهمی هنوز بین نظر ما و نظر ایران وجود داره. این حرفیش که ساعت پیش آقای جانکری در سرسرای هتل اینترکانتیننتال ژنو به خبرنگاران زد. خب آقای نوریزاده عزیز، در همین زمینه، این بودجه هایی که باید صرف رسیدگی به وضع آب و هوای مردم بشه در خوزستان و جاهای دیگه، کنار لب الان ماه محرم، لب شهر، لب رودخونه، کارون، کرپه، ماه محرم هم هست، تشنه لبان بسیاری همین الان وجود دارن در همون منطقه. اینها اگر خود امام اول شیعیان بود یا امام سوم شیعیان اگر بودن در چنین زمانی چه میکردن؟ اینا مگر حالا از رهبران دیگه اسلام بگذر، آقای چالنگی عزیزم، تشنه لبانی کنار کارون کرده حکومت بودن. آقای چالنگی عزیزم، 1400 ساله دارن، حالا 1400 سال مبالغه است چون همیشه اینجوری نبوده، حداقل از عهد صفویه به بعد اینا دارن مردم رو میگریانند برای لب تشنه امام حسین و حضرت عباس و ابوالقاسم و غیره و قاسم و فرزندانشون، و کسی نمیگه لبهای تشنه مردم خوزستان چه تشنگان همیشه. شما فکر کنید کارون، رودخانه‌ای که تمام اون جلگه بزرگ رو آبیاری میکرد و به جاهای دیگه هم میداد، حالا باید به این حالت بیفته به خاطر سطح‌های نادرستی که زدن. اما اجازه بدید من برگردم به ژنو. آرزوی من این است که ای کاش رژیم جمهوری اسلامی یک ذره صداقت و مردانگی و شجاعت داشت. مگه میخواید معادله هشت مجهولی حل بکنید که کری بره اشتون بیاد، اشتون بره هگ بیاد؟ خیلی قضیه ساده است. دروغ گفتید، حقه بازی کردید، تأسیسات اتمی درست کردید، تمام اینا رو باید متوقف کنید، بازی دیگه هم نداره. دنیا متاسفانه به اینا یاد داده، نشون داده که هرچی ناز بکنی من بیشتر نوازشت میکنم. شما تصور کنید جوری هست که بازم بتونن، شما فکر کنید آقای چالنگی، ناز مکتبی در مذاکره، اجازه بدید یه دولت دیگر رو در منطقه در نظر بگیرید، افراد آمریکا دیپلماتاشو گروگان گرفته بود، 444 روز 52 تا 270 تا تفنگدار دریایی تو بیروت کشته بود، 60 دیپلماتو کشته بود، ده ها امریکایی رو گروگان گرفته بود از جمله ویلیام باکلی رئیس سیا در خاورمیانه، در عراق بمب کنار جاده ای گذاشته بود، این همه کشته بود، در سوریه، در افغانستان. آمریکا با چنین رژیمی اینطوری برخورد میکرد؟ نه، این مثل که از روز اول آقای خمینی نظر کرده بودن و اهالی ولایت کاخ سفید هم به ایشون به عنوان یه امام نگاه میکردن. چون الان هم میبینیم همه اطفارا، آدمکشی ها، جنایت همه رو میکنن، بعد هم میرن نازشون میشن. آقای جانکری هم با افتخار اعلام میکنه میره با آقای ظریف گفتگو میکنه. امیدوارم آقای جانکری، حداقل آدمی که مدعی به حقوق بشر اعتقاد داره، یک ذره شهامت داشته باشه با آقای بگه آقای ظریف چرا اینقدر آدم میکشید؟ باید دست از آدم کشی بردارید. چرا آقای سازگار؟ چرا واقعا اهمیت نقض، یعنی اهمیت حقوق بشر به این شکل آشکار از سیاست خارجی آمریکا بیرون نرفت؟ آقای جانکری هشدار سوریه رو نمیبینه؟
حل سلاح شیمیایی آقای بشار اسد رو جایزه میده، با آقای ظریف میشینه وزیر خارجه اون کشور علارغم سنت های دیرینه آمریکا در سیاست خارجیش. در زمان محمد رضا شاه پهلوی کوچکترین اقداری میشد یا جاهای دیگه انگشت میذاشتن صحبت میکردن که بچه به قول حضرت. چرا این همه کمرنگی در سیاست خارجی هم والا اگر ظاهرش رو بپرسید، این حضرات میگن که ساعت اتمی تندتر از ساعت دموکراسی داره حرکت میکنه و مسئله ما الان این است که داستان اتمی رو متوقف کنیم چون تبعات غیرقابل پیشبینی در منطقه داره، از جمله مسابقه تسلیحاتی که ممکن است بین عربستان و ترکیه و مصر در اون منطقه بلافاصله بعد از ایران شکل بگیره. منتها به قول دوست عزیز من آقای محسن مخملباف توی سخنرانیش گفته بود که اقلا برین مثالتون رو عوض کنین. 6 سال ما داریم همین رو میشنویم که ساعت اتمی تندتر از ساعت دموکراسی حرکت میکنه. اصلا معلوم نیست این تمثیل ساعتها به چه معنیه، ولی واقعیتش این است آقای چالنگی، به هر صورت کشورها، میخواد امریکا باشه، میخواد انگلیس باشه، میخواد اسرائیل باشه، میخواد روسیه باشه، فرق نمی کنن. اینها در درجه اول منافع ملیشون براشون مهمه، در درجه اول اهداف ملی خودشون رو نگاه میکنن. لذا اگر ماجرا به مسئله حقوق بشر و اینها اشاره دارن ولی چیز دیگه براشون اولویت داره، میرن سراغ اون. من خاطرم هست در ماجرای جنبش سبز در این شهر واشنگتن، همین کابینه آقای اوباما نزدیک 3 ماه من به همراه جمع دیگه ای از دوستان ساعتها جلسه داشتیم با این مسئولین این دولت که مردم کف خیابون دارن کشته میشن و وزارت خارجه امریکا مسئولش حرفشون این بود که خب حالا ما از کجا بدونیم که شما موفق میشیم. و من واقعا توی یکی از جلسات عصبانی شدم و گفتم اصلا مگه ما قرار موفق بشیم یا نشیم به شما چه ربطی داره؟ اون مهم نیست، حرف ما این است که شما به عنوان یه دولت دموکراتیک چرا موضع روشن نمیگیرید. و آخرش هم دیدیم وقتی مردم کف خیابون گفتند اوباما یا با اونا یا با ما بود که در واقع در اینجا امثال آقای جان مکین فشار آوردن به آقای اوباما، ایشون تازه موضع گرفت مثلا راجع به کشته شدن نیا، ولی همزمان هم مکاتبات انجام میشد. حالا اون مکاتبات شاید قبل از شروع جنبش سبز، ولی واقعا من میدیدم در اون دوره اینا ترجیحشون این بود که انگار جنبش سبز اتفاق نمیافتاد به نفعشون بود، برای اینکه فکر میکردن مسیر معامله‌ای که میخوان بکنن رو خدشه‌دار کرده. به هر حال ببینید، این برای 1000 بار در واقع ما این رو امتحان کردیم، خودمون هم میدونیم، همیشه هم گفتیم که تغییر رژیم ایران انحصاراً وظیفه ملت ایرانه، نه به امریکا رفتن، نه به هیچ قدرتی. بنابراین دنیا هم حالا فشار برای تغییر رفتار رژیم بیاره آورده، نیارم نیورده، ما منتظر کسی نمیتونیم بشیم. یعنی های مریزاده، اونان که در راه دموکراسی میکوشن در ایران و زندانیان سیاسی، اونچه که آقای سازگارا گفت شاید ایش ترجمهش کرد در اون مسئله کوشه و خیابان خود ما، که از نخواهد پشت ما جز واقعا ناخون انگشت ما. واقعا نمیتونه، واقعا نمیتونه. امروز یادداشتی دیدم از پرستو فروهر نازنین به یاد پدر و مادر در نزدیکیم به آذرماه، سال روز قطعشون و قطعای زنجیره‌ای، و اشاره کرده بود که طی این سالها یک جواب درست نشنید. چه کسی باید پاسخگو باشه؟ رژیم آدم بکشه به راحتی، بعدم لبخند بزنن و فردام لابد تو کاخ سفید براشون فرش قرمز بیاندازن. اما ملت ایران یادش نمیره کدوم ملت، کدوم دولت دوستش بود و کدوم دولت در بزنگاه‌های تاریخی بهش خیانت کرد. یک بار در سال 79 و یک بار حالا.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر علیرضا موریزاده در لندن و سپاسگزار هستیم آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن. با سپاس از همکارانم در استودیوی اتاق فرمان لندن، خانم تینا و علی عزیز و رضای گرامی، با سپاس ویژه از همه عزیزانی که نقش فنی کوچکی یا بزرگ یا هر چی که بود رو به خود برنامه خودشون و تلویزیون بخشیدن. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه کسانی که به خاطر دموکراسی و آزادی و برخورداری همه ایرانیان از حقوق شهروندی در زندان به سر میبرند و به روان پاک کسانی که در این مسیر جان دادند و بردار بردند روانشان شاد با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز تو چاد سند و سبلان و انکو و آسمانی و تابشان و خلاف ایران دوست دارتان باشد.